درخواست مردم خو آمده بودیم در ولسوالی لعل سرجنگل ولایت غور. دیگه اینجا که آمدیم یک سفر دوره‌ای داشتیم که باید بگشتیم در دید واضح با مردم کاملا مدنی بدون صلاح در اینجا آمده بودیم. ولی ساعتهای 4 بجه صبح بود که دوربر اتاقی که ما در اونجا بودیم و محاصره شد، شروع شد فیض. باز ما اونجا محاصره مندیم تا ساعتهای 10 بجه ایناره. ساعتهای 10 بجه دیگه با از دست دادن متاسفانه تعداد زیاد از مردم که تعدادشان به 10-11 نفر رسیده شهید دادیم. از مردم ملکی را سرشان فیر کردن، مردم هایی که هوادارای مقاومت بودن، هوادارای مدافعین و سربازای خود بودن، دیگه اینا جمع شده بودن، تجمع کرده بودن که ما از مدافعین خود حمایت میکنیم. دیگه اینا با کمال دیگه بشرمی و از دیر پا کردن اونمو قوانین جنگی دیگه سری مردم ملکی شلیک کردن که متاسفانه 11 نفر 10 نفر شهید شدن. دیگه به تعداد 15 نفر دیگه را زخمی داریم. این امیر قمی. چرا اتفاق افتاد؟ کیا این کار کردن به نظر شما؟ کسایی بود که مساس دیگر رقابت های سیاسی نساله بود که چون زمان زمان انتخابات بود دیگه به خاطر اون یک تعداد کسایی این کار کردن که ما میتونیم مشخصا بگیم که در این قضیه بحر و نگه جنرال صاحب مراد کاملا دخیل است. بله میشنم. بله ما میتونیم مشخصا بگیم که جنرال صاحب مراد علی و نگه کی در این قضیه دخیل است. آقای بحر. آقای بحر. بحر نادرشاه بحر. ها به خاطر مسائل انتخابات یعنی برای شما این مشکلات پیش اومده؟ و موضوع دیگه هم که موضوع دادخواهی قبلی ما بود که به خاطر او 3 نفر خواهر که اسیر شده بود در اول اسد ما آمدیم اونا را از جنگ طالبا و اینا آزاد کردیم و یک تعداد ایماقا خیلی عقده‌ای بودن دیگه این کار کردن متاسفانه. دید میگن که شما مسلح غیر مسئول بودین. به هیچ عنوان ما میخواییم که مسئولیت مفهوم بیتیم، تفسیر کنیم و مشروعیت شو بیدانیم. وقتی که میخواییم مسئولیت مفهوم کنیم، مسئولیت بنامو سلسله صلاحیت هایی هستن که مردم برای کس میتوه و مشروعیتش اونم قدرت صلاحیتش اونم آرای مردم برش هسته. دولت ناکارا امنیت مردم ما رو تامین نکنستن و مردم به ما اعتماد کردن، اعتمادش از دولت سلب کردن، به ما اعتماد کردن و ما خود در برابر مردم خود مسئول میداریم. ما خود سر نیستیم که هر کس یا مطرود جامعه باشیم خدای نخواسته یا یک تعداد لاوبالی اینا باشیم که بیم. ما در بدنیشی خود حقوقدان داریم، ماستر داریم، دکتر داریم، کاملا انسانهای مدنی و فرهنگی. اما مدنی ترین حق مردم ما امنیتشان هستن که متاسفانه پاسخگوی نیاز مردم ما نشدن دولت و مردم به ما اعتماد کردن. شما جبهه ملی مقاومت هستین نامتان؟ دقیقا اسم مکملش جنبش مقاومت برای عدالت. دستور رئیس جمهور بوده، یعنی جنرال مراد هیچ دخالتی نداشته در این گپا؟ شاید رئیس جمهورم با نمو سلیقه فاشیستی که داره افغانستان رو بیزو بسوی تجدیه و تیکه تیکه شدن برده، حق داره رئیس جمهور که امروز مایی که پرسنل دولت از ولسوالی کتوب از زیر بمباردمان طالب میکشیم، ما حق داره مایی که تیم تحقیقی و پزشکی ما در مزاولنگ مرا و مردم مظلوم از اونجا میکشه، حق داره امروز رئیس جمهور ما را سرکوب کنه به خاطر دیگه که ما در مرزهای جمهوری بر علیه طالب و داعش استادگی و مقاومت میکنیم و حق داره که ما از تجاوز یک پروسه تسخیر و یک پروسه فاشیستی به نام کوچیگری که به نام کوچی هستند اما کارکردهایشان کلا طالبانیزم است
دیگه بر علیه از ما استفاده میکنیم و نمیخوایم که در ملک سرزمین ما دیگر تجاوز صورت بگیره. شما خالی وزن پاکستانی ها به وارد سرزمین خاک ما شود و او خاطر حق داره که این روزی جمهور سر از ما فرمان بده که دیگه چرخکی هایشون رو بالا کنه و ما نور بهتر بیده ما حق بده ملیده جمهور. شما بعد از اینکه کوچه ها کسایی به نام کوچه در بهسود حمله کردن جنبش شما شکل گرفت؟ دقیقا زمانی که در اثر موضوع کوچه فقط یک موضوع چی بود؟ موضوعی بود که فقط چهره ظاهرشان رو ساخته بود، اما در باطن اینجا قصه های دیگه نهفته بود، موضوعات سیاسی بود. مثلا کوتل آجگرگ هندوستان قرارداد کرده بود به خاطر جنجال هایی که پاکستان و هندوستان داره، در اینجا پاکستانی ها مداخله کردن که میخواستن منطقه رو ناامن بسازه تا که هندوستان نتونه معدن اخراج کنه و بهانه کوچیگری رو پیش آوردن، میخواستن که زیر سایه کوچیگری دیگه منطقه رو ناامن بسازه. دقیقا ما بر علیه کسایی که زمین دارن و افغانی ما هستن در هر گوشه یک زمین داره ما باشت مخالفت نداریم، همسایه ما احترام میکنیم، اما اونها ما سند داریم کشته شده های از اون که در بیست ما آمده و سرایی که از اونها در بیست ما آمده بودن کاملا پاکستانی بودن. تشکر. اگر گپی خاصی دارین که فکر میکنین باید گفته شد و بازده سآله ما نبوده میتونین بگین؟ ما خیلی یک موضوع را اضافه کنم که دولت کار نکنه که خدای نخواسته پس به سرنوشت دولت بسچند گرفتار شد و مورد خشم و غضب مردم قرار بگیره، و ما مسلمان به این هستیم که دیگر تا زمانی که قاتلین مردم بیگناه به دست مردم سپرده نشود هیچ اداره دولتی در لرز سر جنگل دیگه مشروعیت نداره که کار کنه. دولت حامی مردم، دولت یک اداراتی که برای امورات مردم سهولت ایجاد میکنه، نه ای که برای مردم مشکل ساز باشه و امنیت مردم مختل بسازه و مردم به دفاع جانشان بگیره. ما آماده هستیم کل پرسنل و مجاهدین دیگه در کنار مردم خیستاد هستن.